بحث من در این مجلس در نمونه های وصال با موضوعات مختلف هست. در واقع نمونه هایی از افرادی که خدمت امام زمان مشرف شده اند رو بیان می کنیم که حس تجربی امام است چگونه ممکن است و در چه موضوعاتی افراد خدمت حضرت رسیده اند و چالش هایی که به آن در این مسیر دچار شده اند چیست. یکی از افرادی که محضر امام صلوات الله و سلامه علیه مشرف شده است علامه حلی است. علامه حلی پیاده مشرف می شد کربلا. عنوان پیاده رفتن به مزارها عنوانش تواضع، ادب، خضوع و خشوع نسبت به مزور است، اونی که به زیارتش می رویم. در عین این که در هر یک از انواع سفر، چه سواره، چه پیاده، چه پروازی، چه غیر آن، محدودیتی از نظر احکام شرعی نیست، ولی مجموعه ای از روایات داریم که اهل معرفت نسبت به ائمه درجه بندی دارند و دارای مقامات هم از نظر معرفت. حتی اونها که به شکل کلی اهل زیارت هم مقامات معرفتیشون مختلفه. استاد ما مرحوم آیت الله مولوی می فرمود کسی که به زیارت امامزاده ها می رود ادبش، خضوعش، معرفتش از کسی که به زیارت خود امام حسین یا امام رضا یا ائمه مشرف میشه بالاتر. استدلالش هم این بود، می فرمود کسی که خیلی به یک عالمی، به یک کسی ارادت داره، معرفت داره، دست آقازاده‌هاش هم می‌بوسه قربان تبرک. ولی اونایی که سطح معرفتیشون پایینه فقط به خود امام توجه داره. اونی که امام رضا را خیلی می‌شناسه، ادبش بالاست، دست آقازاده‌ها را می‌بوسه، دست خادمش هم می‌بوسه، اطهر را می‌بوسه، درگاه را هم می‌بوسه. از کسی که مقید به زیارت امامزاده ها میشه یعنی یک معارفی دریافت کرده، یک چیزایی رو فهمیده در مسیر توسل و توجه و ادب و تواضع نسبت به این ذوات مقدسه که حالا اگه دستش به کربلا نمیرسه امامزاده های اصفهان رو میتونه بره میرون. ترک نمی کنه، بگه من فقط میرم کربلا، اینا رو قبول ندارم. کسی که بگه اینا رو قبول ندارم متکبر، هنوز به رده بالای معرفتی و درجه بالای ادب نسبت به ائمه نرسید. پیاده رفتن هم نوعی از این سطح معرفت هست. مثلا ما در روایات داریم حتی مستحبه برای اینکه این خضوع و خشوع رو بیشتر کنی مرکباتون هم همراه خودتون ببرید. امام حسن و امام حسین از مدینه برای حج که حرکت میکردن 400 اسب گران قیمت نجیب عربی رو یدک میکشیدن ولی پیاده رو. خیلی هم ای خدایا من این همه اسب دارم، میتونم سوار شم، گران قیمت ترین اسبام هم، اما پیاده. اونایی که ماشینای گران قیمت و راننده دارن ولی ماشینشون کنارشون حرکت میکنه ولی پیاده میرن کربلا، این یه تواضع فوق العاده.
من آدمایی بودم که هلیکوپتر شخصی دارم، هلیکوپتر از منزلش سوارش میکرد، میآمد اول جاده کربلا میگشتش، یه مسیر رو این پیرمرد با این که ناتوان بود پیاده میآمد، دوباره هلیکوپتر سوارش میکرد برش میگردد خونه، فردا دوباره میآمد همون مسیری که پیاده شد سوار شده بود تا اونجا پیاده آمد بود پیادهش میکرد، یه مقدار پیاده میآمد، دوباره هلیکوپتر میآمد میبردش خونه. تمام مسیر را تا کربلا به همین شکل پیاده میآمد. این یعنی حسین جان تو کسی هستی که میارد آدم متواضع در مقابل تو ادب خضوع خشوع. این هلی گفت من سوار الاغم بودم پیاده می آمدم، با الاغم می آمدم کربلا، تو راه رفتم تو این فکر در باب روایات بکای بر امام حسین که روایات زیادی داریم، من بکا و ابکا و تباکا و جبت له الجنه، کسی گریه کنه دیگر یا ند، یا حتی تباکی کنه ادا گریه کننده در بیاره بهش بر او واجب، من بکا للحسین ولو مثل جناح بعوضته، اگر کسی برای امام حسین ولو به اندازه بال مگسی گریه کنی. آقا شما یه بال مگس رو وزن کنید ببینید وزنش چقدر، کسی به اندازه بال مگسی گریه کند وجبت له الجنه. تو راه که می آمدم رفتم تو این فکر که چطور میشه این همه گناه انسان در طول عمرش انجام میده و به اندازه بال مگسی گریه کنه. ببخشم همینطور که تو راه میرفتم یه جوانی داشت پیاده میرفت، رسید به من و فرمود علامه هلی در این احادیث فکر میکنی که چطور خدا به خاطر گریه بر امام حسین تمام گناهان بندگانش را میبخشد؟ این تمام معنیش این نیست که به یک عشق تمام گناهان تو رو ببخشد، تو یکی نه، صاحب گریه فقط نه، صاحب عشق نه، ما روایات داریم اگر یک قطره از عشق بر حسین در جهنم بیفته آتش جهنم کلم خونف و دیگرم روشن نمیشه، یعنی به یک قطره عشق بر حسین خدا همه گناه گناهکاران عالم رو میبخشه. خب کیه؟ یه وقت میگیم به یک قطره عشق گناه تو رو میبخشه، گناه من رو میبخشه، یه وقت میگیم یک قطره عشقش آتش جهنم رو خاموش میبخشه. معنی آتش جهنم رو خاموش میکنه یعنی دیگه هیچ گناهکاری را خدا حاضر است به خاطر یک قطره عشق و حسین هیچ گناهکاری رو در عالم گناه نکنه. چقدر امام حسین پیش خدا میارزه، چقدر احترام داره، چقدر آبرو داره. علامه گفت بله، داشتم راجع به همین احادیث فکر میکردم. اون جوان فرمود میخوایی بدونی چرا؟ مثالی برات میزنم. پادشاهی به شکار رفته بود، در شکارگاه دسته ای آهوان را تعقیب کرد، میتاخت یه گله آهو رو شکار کن، اسب او رو برد از این سو به اون سو تا غروب توی کوه و کمر ای آهوهای فرار میکردن، اسب شاه هم اینا رو میبرد، شاه رو همراه می‌برد و سگ‌های تازی او همراهش بودن تا غروب آفتاب شد و تاریکی شب راه رو گم کرد. شب هنگام رسید به یه خیمه‌ای که پیرزنی در بیابان در اون خیمه زندگی می‌کرد. شاه کنار اون خیمه رفت گفت امشب میشه به من جا بدید، صبح علی‌الطلوع میرم. پیرزن یه نگاهی کرد و گفت بفرما، مهمان حبیب خداست. پوست گوسفندی پهن کرد، آبی آورد، مقدار شیر آورد، شاه پذیرایی کرد. وقتی پسرش آمد شنید که پیرزن به پسرش میگه مهمان بزرگی برای ما آمده، از وجناتش پیداست شخص بزرگیه، با نون خشک و ماست و کشک
یا اشتنه نمیشه ازش پذیرایی کرد، باید احترامش کرد. همین یه دونه بزغالهی که داریم ولو همه دارایی ما همینه و از شیر همین بزغاله ما زندگیمون میگذره، ولی پسرم مهمان حبیب خداست، تو شبیه بزغاله رو بکش کباب درست کنیم برای مهمان بزرگی. شاه خیلی متأسف که اینا با این فقرشون چقدر مهمان نوازن که حاضرن همه داراییشونو فدای مهمانشون کن. اون شب کباب رو خورد و اونجا گذروند و صبح مأمورین شاه هوا که روشن شد میگشتن دنبالش، خیمه رو پیدا کردن و آوردن شاه اینجا. دستور داد این پیرزن با پسرش هم برداری بیارید پایتخت. جلسه هیئت وزرا تشکیل داد. به اینا گفت من در عوض محبتی که اینا یک شب در پذیرایی از من کردن چی بهشون بدم؟ یه وزیر گفت 7 پارچه ده با رعایا شما فلان روستاهای خودتو بده. گفت این کمه، پیشنهاد دیگه بده. یکی گفت کت خدای فلان روستاها قرارش، گفت اینم کمه. یکی گفت اونا 10,000 سکه طلا بهشون، گفت کم. هر وزیری هر پیشنهادی کرد شاه میگفت کم. بعد گفتن اعلی حضرت ما هرچه بلد بودیم گفت. نظر مبارک چیست؟ گفت اگر انصاف خواهید بدیم اینا همه داراییشونو به من دادن، من اگر بخوام جبران کنم باید همه داراییم رو به اونا بدم، تازه جبران کردم مساویش. او همه اش را داد، من اگه همه رو بدم تازه جبران کردم، تازه مساویش. الله من حلی حسین تمام هستیش را به خدا داد، خدا هم همه داراییش رو به حسین. پس اگر به خاطر یک محبت به حسین، ارادت، ادب، تواضع، خضوع، خشوع، خدا گناه بندگانش بیامرزه کاری انجام نداد. او هر چه داشت داد. بار الله این سرم، این پیکرم، این علمدار رشی، این اکبرم، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینب. در این حال علامه از این جوان پرسید، دید مسائل خیلی دقیقی رو علمی حرف میزنه. اون جوان به علامه گفت فلان مسئله که در حکمش مونده ای و چون سند پیدا نکردی یه دونه روایت که حکم بیان کنه پیدا نکردی آمدی به اصل مراجعه کنی حکم اصلی رو بیان کنی؟ نه، اینجا ما روایت داریم، فلان کتاب، فلان صفحه، سمت راست، فلان خط، حدیثی از امام صادق هست که به درد مسئله شما میخوره و حکمی که درش مندهی بیان کرده. علامه دید انگار این جوان پیاده میره، خیلی ملا، خیلی قوی، به تمام سطر و صفحه و حدیث و به ذهن علامه احاطه داره، شبهاتی که تو ذهن اوست داره جواب. تو در این مسئله موندی جوابش کنم. چند تا سوال علمی کرد، دید همه رو جواب میده فوق العاده. گفت یک سوال دیگه دارم، آیا در زمان غیبت امام زمان ممکنه کسی خدمت حضرت بقیت الله مشرف بشود؟ در این حال علامه اولادش رو هی کرد، تازیانه از دستش افتاد رو زمین. اون جوان خم شد، تازیانه علامه رو برداشت، گذاشت کف دست علامه، دست علامه رو فشرد، گفت چطور نمی شود در این زمان خدمت امام زمان مشرف شد
و حال اون که الان دست تو در دست امام زمان تو. تا علامه اینو فهمید خودشو از بالای غلامش انداخت پایین که پاهای اون بزرگوار را ببوسد، از شدت هیجان و خجالت که او سواره را می رفت و امام زمان پیاده به زیارت جدش حسین در کربلا می رفت بیهوش شد. وقتی بیهوش آمد دیگه کسی را ندید. اون چه که از این قصه عظیم که جز و احسن القصص قصص جهان عالمی خدمت حضرت مشرف می شود. دو این عالم کسی مثل علامه حلی. قبر علامه حلی کربلاست، شارع قبله به اندازه 100 متر از باب قبله که آمدید بیرون به طرف میدان مرکزی بیاد، سمت راستتون ابن فهد حلی را میتونید ببینید. اون فقیه بزرگ هم حوزه علمی اونجا هست، هم حرمش کنار خود خیابان حاشیه شارع قبله است. سوم، شبهات علمی یک مرجع را امام پاسخ دادن که او یقین میکنه کسی غیر از امام زمان این احاطه علمی را به اصول قواعد روایات نمیتونه داشته باشه. چهارم، استدلال در بحث گریه بر امام حسین هم عقلی هم عاطفی و وجدانی هم فطری. اما این که قرآنیه، قرآن میگه و اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها. اگه کسی بهتون هدیه ای داد شما بهتر از او بهش بدید. شما یه هدیه بهتر از او که او به شما داده باید بهش بدید، یا مثلش حد اقل او مثلها و الا جبران نکن. حسین هر چه داشت به خدا داد، پس خدا طبق قانون خودش تو قرآن باید بالاتر از او را به حسین بده و حد اقل مثلشه. مثلش یه که همه داراییشو، همه دارایی خدا، پادشاهی خدا اصلا قابل درک ما. پنجم، برهان انقدر در باب ادب قویه که اون مرجع خجالت می کشد که چرا امام زمان اینقدر مؤدبانه و پیاده به زیارت جدش می رود. او تیل عرض داره، هواپیما کنوچند تیل سما دارد، تیل ما داره، انواع اسب ها، مرکب ها، انواع وسائل روز در اختیار امام زمان هست. معذالک ادب اون قطب دائره امکان به اون کسی که تمام عواله محر او هستن اقتضا می کند که پیاده برود به کربلا. چی ما استفاده می کنیم؟ ادب، تواضع نسبت به عزاء الحسین، مجالس الحسین، علائم الحسین، تربة الحسین، عزاء الحسین، ادب به بکا علی الحسین، ادب نسبت به زوار الحسین، ادب نسبت به عزادار حسین، ادب نسبت به فرش عزاء حسین، به پرچم و علامت حسین، و در یک کلمه ادب نسبت به کسی که گریه میکنه برای امام حسین، ادب نسبت به کسی که نوکر امام حسین. یا عزادار کوچولو رو، حالا این بچه ها دارن بازی میکنن، سر صدا میکنن، من یک کلمه ها راضی نیستم حتی کسی بهشون بگه میشه. دونه دونه حالا که آمدن تو خونه خودشون اندازه خودشون میارزن.
اما وقتی تو منزل مجلس اعضا امام حسین میان، منسوب شدن به امام حسین، به نسبت به امام حسین که پیدا کردن ارزشیابی میشه، به عنوان عزادار حسین میارزه. هر بچه پیش مادر خودش عزیزه، اما اینجا که میاد چون عزادار حسینه پیش همه عزیز، پیش ملائک عزیزه، پیش همه حضار عزیزه، اونقدر عزیزه که اگر یکی به یکی از این اطفال یا به یکی از این بانوان کوچکترین حرفی بزنه مورد عقوبت واقع دیگه نمیگم به یه بچه کوچک دو ساله. عزادار حسین کسی حق نداره اهانت کنه.